الو آقا ندیم، منم هاکان. ببخشید این وقت شب مزاحم شدم، میخواستم یه چیزی بگم. من تصمیممو گرفتم، قبول میکنم. باشه، قبول میکنم داداش، قبول میکنم، تصمیممو گرفتم، قبول میکنم. هاکان. الو هاکان، دیگه همه چی تموم شد. پلین دخترم، امیدوارم هرچی به صلاحت همون بشه. مواظب خودت باش. مرسی مامان بزرگ. جمیله، تو هم همینطور. مامان، چی میشه اجازه بدی منم باهاتون بیام؟ دخترم چرا نمیفهمی؟ معلوم نیست اونجا چه اتفاقی بیفته. تو هم اعصابت خراب میشه، اصلاً برات خوب نیست. در ضمن تو باید بری بیمارستان. میرم، ولی بذار اول باهاتون بیام دادگاه، بعد از اونجا میرم. مامان، دوست دارم کنار آبجین باشم، لطفاً. خیلی خوب، باشه، تو هم بیا. آقا عثمانم آماده است. باشه، پس زودتر بریم. اول عثمانو میرسونم مدرسه، از اونجا هم میریم دادگاه. مته، تو حالت خوب شد؟ یکم آروم شدی؟ امروز میرم نهالو ببینم. ولی اونا که نمیذارن تو ببینیش. باشه، حداقل یه خبر ازش میگیرم. زود باشیم بریم. مامان کاری نداری، ما داریم میریم. به سلامت، ایشالله با خبرهای خوب برگردی. امیدوارم. ایشالله خدا به همراهتون. ای خود خدا میکشون. مته پسرم، حالت خوبه؟ بد نیستم. تو چرا اومدی؟ منم میام دادگاه، زود باشین. های همتون برام دعا کنین. چرا؟ تو دیگه چت شده؟ بابا امروز انتخاباته، قرار نقش فرنس رو انتخاب کنن. تا زمانی که خوشبختی مخصوص پرنسا و پرنسسا است، بدجنسان وجود دارند. من اینو اون روز فهمیدم. کارولین، مگه بهت نگفتم نباید اینجا بیای؟ نگران نباش، علی اینجا نیست. پلین و هاکان دارن طلاق میگیرن. علی هم رفته دادگاه. بازم خوب نیست بیای. من اومدم ازت تشکر کنم. به جمیل کار ندادن، داشت داد میزد، عصبانی بود. خوشحالم که راضی شدی. خیلی راضی شدم. ولی من وقتی
بیام این شرکت، وقتی پیش تو کار تو اینجا بشینم، اون وقت بیشتر راضی میشم. عجله نکن، خیلی بامزه. عجله نمی کنم. بریم با هم یه چیزی بخوریم. باشه، ولی با هم نمیشه، تو قبل از من برو. باشه، تو رستورانی که تو سلطان احمد رفته بودی منتظرتم. آقای قاضی، برخلاف ادعای آقای هاکان در رابطه با همسرشون، هیچ رابطه بین پلین تاتلیوغلو و احمد تاشران وجود نداره و تنها دلیل طلاقشون نداشتن تفاهمه. طلاق پلین تاتلیوغلو رو از آقای هاکان تاتلیوغلو خواست داریم و همچنین ازتون میخوایم حضانت زهرا تاتلیوغلو به مادرش پلین داده بشه. یک ساعت دیگه تصمیم نهایی رو اعلام میکنم. تصمیم نهایی رو اعلام می کنم. رأی دادگاه در مورد هاکان تاتلیوغلو و پلین تاتلیوغلو، یعنی در مورد پایان دادن به رابطه زناشوییشون و دادن حضانت دخترشون، به نتیجه رسید. بر این اساس طلاق پلین تاتلیوغلو و هاکان تاتلیوغلو اعلام میشه. با سرپرستی دخترشون زهرا تاتلیوغلو، به پدرشون هاکان تاتلیوغلو داده میشه. پایان جلسه.
طلاق گرفتن. آقا هاکان هم حضانت بچه رو گرفت. خب بریم. من چطوری میتونم تعمل کنم؟ من باخت، من باختم. آروم باش عزیزم. ببین هاکان الان عصبانیه، حتما یه راهی پیدا میشه. تو آروم باش عزیزم. باشه، صبور باش دخترم، صبور. فردا میام زهرا رو ببرم، ولی قبلش یه چیزی میخواستم بگم. همه تونم اینجاییم، همه چی تموم شد. من و پلین طلاق گرفتیم، زهرا هم با منه. آقا ندیم شریک یه شرکت وکلا هست، نه اونجایی که کار میکنم، یه جای دیگه کار میکنم. خب به سلامتی. حالا چرا به ما میگی؟ این شرکت تو آلمانه. یعنی چی؟ میخوای بری آلمان کار کنی؟ بله، تو آلمان یه وکیل میخواستن، منم درخواست دادم، اونا هم قبول کردم. بزهر زهرا اونم با من میاد، دوتاییمون با هم میریم، همه چی هم آماده است. تو چی داری میگی؟ دخترم ازم گرفتی. آبجی آروم باش. داری از من دورش میکنی لعنتی. آبجی آروم باش. میخوای دخترم منو فراموش کنه؟ یه لحظه آروم باش. آبجی آروم باش. آبجی خودت خواستی فهمیدی؟ آبجی من دیدمت، فهمیدی؟ دیدمت دیشب، دیدمت، اینو میفهمی؟ دیدمت. اومده بودم ببینمت، میخواستم برای آخرین بار باهات حرف بزنم، اومده بودم التماست کنم پلین، من اومده بودم التماست کنم، ولی پلین شما رو دیدم، فهمیدی؟ خیلی فکر کردم، خیلی، ولی من طاقت ندارم تو رو پیش احمد ببینم. اگه دارم فرار میکنم دلیلش فقط اینه. شما دیگه مال هم دیگه شدین، همه چی تموم شد، تموم شد. پلین من دیگه از دخترم جدا نمیشم، من اونو به تو نمیدم، اینم از من نخوا، چون لیاقتشو نداری، تو حق نداری. ای وای پلین! آبجی! پلین! پلین! بیا بشین دخترم. حالت خوبه عزیزم؟ ببین بسرم، من نمیدونم تو داری چی کار میکنی، ولی ازت میخوام این کارو نکنی. هر اختلافی هم که داشتیم به کنار، اگه دوست داری دخترتو بردار ببر یه شهر دیگه، اصلا برو یه شهری که نتونی هرگز پلینو ببینی، ولی ازت خواهش میکنم با خودت نبرش آلمان. پسرم پلین مادر اونه. پسرم خواهش میکنم این کارو نکن. نمیتونم. لطفاً این کارو نکن. نمیتونم. تو نمیتونی این کارو بکنی. فهمیدی تو داری چی کار میکنی؟ تو من نمیتونم. نمیتونم. علی خواهش میکنم. آقا تو نمیتونی این کارو بکنی. نکن پسرم. منو ببخشید، معذرت میخوام. میبینی داری چی کار میکنی؟ علی آروم باش. داره زهر میبره. جمیلا. باشه آروم باش، یکم صبر کن. ببین اون حرفتو گوش نمیده. میخوای چی کار کنی؟ میخوای کتکش بزنی؟ همش تقصیر وکیلت. اون داره هاکانو میفرسته آلمان، فهمیدی؟ من الان میرم با اون حرف بزنم. میرم حرف بزنم ببینم چی کار میکنه تا هاکان نره. اون نمیتونه بره جمیلا، میفهمی؟ نمیتونه زهرا رو با خودش برداره ببره. علی بابا تو صبر کن، من با بابات میرم. تو خواهرتو ببر خونه، خواهش میکنم. آیلینم باید بره دکتر. باشه باشه، تو نگران نباش.
آروم باش عزیزم، آروم باش، آروم، آروم باش عزیزم. سلام. سلام. زیاد که منتظر نموندی. نه. خوش اومدی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. اول لطف کنیم برام یه سوپ بیارم. چشم. منم یه سوپ میخوام. تا شما غذاتون رو انتخاب کنیم منم سوپتون رو میارم. اجازه ندارید برید تو آقا. فقط بخوام یه چیزی بگم. دستتو بکش. خدای من یه لحظه کار دارم. ایشونو میشناسم. شما برید. بفرمایید علی آقا چی میخواین؟ هاکان داره میره آلمان. آقا ندیم شما اونو نمیفرستین آلمان. نباید بره. هاکان نباید بره آلمان. آقا ندیم فهمیدین؟ علی آقا گوش کنین. من که هاکانو نمیفرستم آلمان. اینو خودش میخواد. باشه شما درخواستشو رد کنین. اون نباید بره. ببینین پلین و هاکان طلاق گرفتن. دادگاه حضانت بچه رو به هاکان داد. میخواد بچه رو ورداره ببره آلمان. دختر من نمیتونه دیگه بچه‌شو ببینه. نمیدونم چی میشه. اون نباید بره. نباید بذاریم بره. ناراحت شدم علی آقا ولی هاکان باید تصمیم بگیره. نمیفهمی مگه؟ میگم اون نباید بره. تو اونو نباید بفرستیش آلمان. آروم باشین لطفا. نمیخوام آروم باشم. من دارم با تو حرف میزنم. چرا نمیفهمی؟ یکم آروم تر. نمیخوام آروم باشم. اون نمیره. اینجا چه خبره؟ چیزی نیست. شما میتونیم بریم. من دوست نداشتم به شما ضربه بزنم. مجبورم کردین. ولی دفعه دیگه منطقی حرف بزنیم بهتره. علی چی شد؟ جمیله این آدم باعث شده که هاکان بره آلمان. میفهمی جمیله؟ این میتونه مانعش بشه. من بهش گفتم ولی گوش نمیده. صد بار گفتم نمیفهمه. تو بهش بگو نباید هاکان بره آلمان. تو آدم نمیشی جمیله خانم. هاکان خودش خواست که تو شرکت آلمانی کار کنه. من کاری از دستم ساخته نیست. تصمیم خودشه. فهمیدم آقا ندیم. تو هم شنیدی؟ جمیله اگه بخواد میتونه مانعش بشه. بگو دیگه چرا بهش نمیگی؟ ساکت باشه. خیلی ممنون. ببخشید آقا ندیم. بیا بریم. هاکان داره میره آلمان. نمیفهمی؟ برو. بریم. بریم. برگردیم سر کارمون. همه شخصی رو اون یارو ندیمه. همه این کارا کار اونه. چرا بهش نگفتی که هاکان اونجا نفرسته؟ ها؟ میتونستی بگی دخترمون داره از بچه‌ش جدا میشه. اگه اون بخواد میتونه جلوی این کارو بگیره. مگه غیر اینه؟ یه مشت خوردی بازم عقلت خوب کار نمیکنه. ول کن این حرفا رو. من عقلم سر جاشه. خب آدمی هم نیستم که با یه مش عقب بشینه. من بهت قول دادم دعوا نکنم. اون شروع کرد. اگه میزدمش و دعوا میکردم و شلوغ میکردم چی میشد؟ دنیا رو سرم خراب میکردی. هر چی از ذهن در میومد بهم میگفتی. اما حالا که اون منو زده هیچی نمیگی. همینجوری نگاه میکنی. ببینم تو چرا همه چیزو با هم قاطی میکنی ها؟ این چه ربطی به موضوع ما داره؟ به من راستشو بگو. تو احساسی نسبت به اون مرد داری؟ راستشو بگو. داری یا نه؟ میدونی چیه؟ تو آدمو دیوونه میکنی. تو آدمو دیوونه میکنی. دیوونم کردی. احمق. جمیله علی چیه؟ علی چیزه چیشه؟ یه لحظه صبر کن میخوام یه چیزی چیه چی شده بگو. یه لحظه صبر کن. آره یه چیزی شده. چی میگی چی شده جمیله؟ حالت خوبه؟ چیزی شده؟ آره خوبم. بازم فشار خونت بالا رفته؟ یه چیزی شده صبر کن. آره فشارم رفته بالا. وایسا سرم گیج میره. الان یه نه 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 وایسا نمیخواد بری. چرا؟ خوبم علی خوبم. دیگه سرم گیج نمیره. حالم خوبه. مطمئنی؟ مطمئنم. یه لحظه همینجا بمونی. خیلی خوب. خیلی خوب. حالت خوبه؟
همینجا وایسه من یه تاکسی بگیرم و بیام. باشه؟ صبر کن. وایسه وایسه. ببین یه تاکسی بود که اونم رفت. عجله نکن. بالاخره یه تاکسی رد میشه دیگه. چه شد؟ پلین و هاکان از هم طلاق گرفتن ولی دادگاه زهرا رو به هاکان داد. میدونستم اینجوری میشه. پلین حالش چطوره؟ خیلی ناراحته؟ خیلی بد بود. فکر نمی کنم که حالش خوب بشه. هاکان میخواد بره آلمان. آلمان؟ چرا؟ کار پیدا کرده، قراره اونجا کار کنه. زهرا؟ اونم با خودش میبره. احمد، احمد کجا میری؟ احمد یه لحظه صبر کن. احمد یه لحظه صبر کن. احمد، احمد. چرا با تاکسی نرفتی؟ چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چی شده؟ دیگه نرو شرکت. پیش کنانم کار نکن. خدای من، چرا اینو میگی؟ کاری به دلیلش نداشته باش. اونجا کار نکن. جمیله، میدونم به خاطر کار کردنم تو شرکت دستم ناراحتی، حتی به اندازه هاکانم برام ارزش قائل نیستی، ولی یه دلیلی داره که اونجا کار میکنم. چی میشه یه بار به حرفم گوش بدی؟ ببین، باید بفهمم اون مردی که کنان داره چه کار میکنه. جمیله، باید بفهمم نرمین عادلی کیه. غیر از اینا به چیزای دیگه یه مشکوکم. اگه تو شرکت نباشم نمیتونم اینا رو بفهمم. اون مردی که کنانم باید به خاطر بدیایی که به تو کرده مجازات بشه. من به حسابش میرسم. حالا میبینی. اون مرد خیلی خطرناکه. تو نمیتونی حریفش بشی، جوری به حسابت میرسه که روحت هم خبردار نمیشه. نگران من شدی؟ آره. وای خدای من، من چی میگم تو چی میگی؟ الهی قربونت، دلم کن بابا. خوش اومدین. خیلی ممنون. پلین خوبه؟ نه خوب نیست، همش زهرا رو بغلش میگیره و گریه میکنه. آیلین و مته کجا؟ پلین رو آوردن و خودشون رفتن. مته قرار بود بره زندان نهال رو ببینه، آیلینم رفت بیمارستان. اون که نمیتونه نهالو ببینه. خودت میدونی که کل شقه، حرف گوش نمیده. دختر عزیزم، دخترم. این که الان اینجوریه، اگه زهرا بره آلمان چی میشه؟ بریز بینم. بفرمایی نوشه جونت. مرسی، دست در نکنه. داداش خدا برکت. خدا به همراهت. شیر دم دارم، شیر.
چه خرد سر میبری؟ هاکان! هاکان! هاکان در باز کن ببینم کجایی؟ بیا بیرون! این دیگه کیه؟ چرا داد میزنه؟ چی شده به نظرتون؟ طرف دیوونه شده، ببین داره چی؟ بیا بیرون ببینم. هاکان! باز کن درو! هاکان! بیا بیرون ببینم. هاکان! هاکان! باز کن درو! زود باش! این درو باز کن ببینم! باز کن! لعنتی بیا بیرون! چیه مردی که؟ چی شده ها؟ من اینجا. داری میری آلمان؟ آره؟ میخوای اونجا کار کنی؟ آره میرم آلمان کار کنم. چیه؟ زهرا رو به خودت میبری. دادگاه زهرا رو به تو داده. آره داد به من، اونم به خودم میبرم. اونو نمیبری. اونو نمیبری. اونو نمیبری. فهمیدی یا نه؟ زهرا رو نمیبری. اون از مادرش جدا نمیکنی. باش. هر چی تو بگی. زهرا رو نمیبرم. من خودم تنهایی میرم. تو و پلین و زهرا ستایی با خوشی با هم دیگه زندگی میکنی. پلین به زهراش میرسه، منم رامو میکشم میرم. مگه من کی هستم؟ درسته؟ مگه من کی هستم ها؟ من کیم ها؟ من کیم؟ من کیم؟ ها؟ تو بگو من کیم؟ من کیم؟ حرف بزن. من کیم؟ حرف بزن. بفرمایید سر کار زندگیتون. بفرمایید. نفر بعد کیو خواستیم ببینیم؟ بله. خسته نباشی. کیو میخواییم ببینیم؟ نهال هیزارلی. کارت شناسایی تو بده. فامیلیاتون یکی نیست، چه نسبتی باش داری؟ من دوستش. نمیشه، نمیتونی ببینیش، نسبت فامیلی ندارین. نمیشه یه کارش کرد؟ نه برادر من، نمیتونم کاری بکنم. همه از صبح تاله منتظرم. عزیز من، به من چه که باش فامیل نیستی، نمیتونم کاری بکنم، گفتم دیگه. مردم منتظرن، لطفاً بفرمایید. ای بابا، منم از صبح تاله منتظرم، مگه امروز روز ملاقات نیست؟ دوست عزیز، یه لحظه. چه دوستی آخه برادر من، بلم کن. اینجا وای نمیشه، نمیتونی بری ملاقات. باشه. برو. خدا بد نده مته. ما
ممنون آقا سلیمان. اتفاقای بین آیلین خانم و سونر خان، جریان مادرتون و مشکلات خودت طبیعیه، کاملا میفهمم. باور کن منم خیلی ناراحتم. اما خب تو این دنیا منم نمیتونم بعضی کارا رو حل کنم، مثل مسئله بین آیلین خانم و سونر خان. من فکر میکنم که ما دوتا دوست و دوتا رفیق برای همدیگه هستیم. منم همینطوری فکر میکنم داداش. خوبه. سلیمان، دوستا به هم کمک میکنن نه؟ نه مته، تقصیر من بود، همه اینا تقصیر من بود، من باعث شدم. مته ازت خواهش میکنم ساکت شو، تو گناهی نداری، تو دلیل زنده بودنم. به خاطر من افتادی زندان. من قبل از تو زندانی بودم، عشق تو منو از قفس آزاد کرد. من هیچ گلایه ای ندارم. واسه اینکه خیال من راحت شه اینا رو میگی؟ نه، من دوستت دارم و از این کارم پشیمون نیستم. لطفا تو هم پشیمون نباش. آزادت میکنم، یعنی یه وکیل خوب برات میگیرم، تو رو از اینجا میارم بیرون. قول میدم نهال، نهال. دوستای حقی راحتت نمیذارن. اگه تو زندان به کسی شک کردی به زندانبان بگو. باشه باشه، خیلی مواظب باش. ملاقات تموم شد، زود باش، ملاقات تموم شده. چیزی احتیاج داری؟ لباس یا چیزی دیگه؟ مامان و بابام اومده بودن، یه چیزایی آوردن. خدا نگهدارت باشه. خدا نگهدار. دوست دارم، دوست دارم. نهال بیا بریم. ای وای، خیر باشه. احمد سلام پسرم، باز چرا اومدی؟ میتونم پلینو ببینم؟ باید با شرف بزنم. پسر تو با چه روی اومدی اینجا ها؟ درد سرایی که برامون درست کردی کافی نیست؟ من درد سری برای شما درست کردم. از اول کار هاکان بود، اونه که داره نامردی میکنه. شما رو ببینم تا دستم رود بلند نشده، برو. تو رو خدا یکم آروم چرا؟ باش. چرا؟ من و پلین همیشه همدیگر رو دوست داشتیم، الان هم همدیگر رو دوست داریم. حالا اجازه میدین پلین رو ببینم یا نه؟ پلین باید باهات حرف بزنم. پلین نمیتونی حرف بزنی، برو تو اتاق، برو تو اتاق. پلین، پلین دیگه زن هاکان نیست. اون یا من به چیزی متعهد نیستیم. چرا نمیذارین همدیگر رو ببینیم؟ چون پلین دختر منه، فهمیدی؟ دوست ندارم که تو رو ببینه. بیشتر از این دردسر درست نکن، زود باش برو. علی بریم. نره برو. مامان زهر تو اتاق خوابیده. باشه. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. ببین باز حرفمو گوش نمیده، آبرومو برده. ازدواج کرد، مادر شد، بازم لجبازه، لجبازه.
نمیفهمم چرا با هاکان دعوا کردی؟ دلیلش چی بود؟ من اونجا نرفته بودم که باش دعوا کنم، ولی درسته عصبانی بودم، ولی اون یه مادر رو نمیتونه از بچه جدا کنه، نمیتونه. اونم میگه حق با منه، منو گناهکار میدونه، تو رو هم گناهکار میدونه. فکر میکنی به حرفت گوش میده؟ البته که گوش نمیده. آیتن بهت گفت که هاکان میخواد زهرا رو ببره آلمان؟ آره. چطور مگه؟ هیچی. پلین، من دیگه نمیخوام ازت دور بشم، نمیخوام از هم جدا بمونیم. همیشه آرزو میکردم با خیال راحت بیام پیشت، بدون اینکه از کسی یا از چیزی بترسم، بدون دلهوره، بدون ترس از حرف مردم. اونقدر منتظرت بودم که نمیدونی. الان همه امیدم از دست دادم، انگار قلبم خالی شده، مثل آواره ها شدم. کاش میشد زهرا رو برداریم و بریم یه جای دور، فقط خودمون ستا، جایی که هیچ کس ما رو نشناسه، هیچی ازمون نپرسن. مرغای دریایی بالامونو باز کنیم و سوار موج باد بشیم. کاش میشد به کسایی که نمیدونن عشق چیه و دربارمون قضاوت میکنن از رو ابرا نگاه میکردیم. تو دلت نمیخواست؟ دلم میخواد، خیلی هم میخواد. تو هم مثل من چاره ای نداری؟ همیشه یه چاره پیدا میشه. پس کی؟ چجوری؟ نمیتونم. نمیتونی قبول کنی که نیست؟ نه، ترجیح میدی بگی نمیتونم. تا زمانی که ما امیدمون از دست ندادیم چاره وجود داره، میتونیم یه راهی پیدا کنیم. ولی من مثل تو نیستم، یه آدم معمولی و کوچیکم. میتونی دوباره از دادگاه درخواست حضانت بگیری؟ آره، این کارو میکنم، ولی خودت هم میدونی که خیلی زمان میبره تا دادگاه جواب بده. تو این مدت هم هاکان زهرا رو برمیداره و میره آلمان، تازه احتمالش خیلی کمه که دادگاه بخواد به نفع من رأی بده، اینو میدونم. حالا بگو ببینم، چاره ای که ازش میگفتی کجاست؟